مردی که برای به دست آوردن بهترین بوی دنیا به یه آدمکش روانی تبدیل میشه. گیلاسیا سلام. امروز میخوایم با هم فیلم پرفیوم عطر رو ببینیم. یه فیلم خیلی خفن و معناگرا که خب ترسناک هم هستش. امیدوارم لذت ببرید. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپویل و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم به قرن 18 کشور فرانسه میریم و مردی به اسم جیل رو میبینیم که مامورها میارنش و جلوی مردم قرارش میدن. حکمش رو هم میخونن و مشخص میشه 2 روز دیگه قراره به خاطر جرمهاش جونش رو بگیرن. حالا میریم به شروع قضیه. چندین سال پیش زنی تو بازار ماهی فروش ها درد زایمانش میگیره و همونجا بچهش رو به دنیا میاره. منتها چون چند تا بچه بعدیش رو از دست داده فکر میکنه اینم هم همینطوری و خیلی راحت ولش میکنه و به کارش ادامه میده. اما این دفعه فرق داره و پسر شرفی نفس میکشه و شروع به گریه میکنه. مردم هم متوجه این قضیه میشن و به خیال اینکه این زن بچه خودش رو رها کرده تا جونش رو از دست بده محکومش میکنن. این پسر همون جینی هست که اول فیلم دیدیم و حالا اولین نفسهای خودش رو باید توی بازار گند آشغال و ماهی و اینجور چیزها بکشه. خلاصه که به خاطر کار مادر جون اون رو میگیرن و جین رو هم میفرستن به یه یتیم خونه تا یه مادام ازش مراقبت بکنه. همون شب اول چند تا از پسرهای دیگه اینجا بهش حسودی میکنن و چون نمیخوان یه آدم جدید بهشون اضافه بشه میخوان جونش رو بگیرن. متکا رو روی سرش قرار میدن ولی مادام سر میرسه جلوشون رو میگیره و کلی هم تنبیهشون میکنه. حالا جیم 5 سالش میشه و هنوز با هیچ کسی صحبت نکرده و هنوزم هیچکدوم از پسر و دخترهای دیگه دوستش نداره. این تنهایی باعث میشه که جین کم کم یه قابلیت عجیب پیدا بکنه. میتونه باعث بویایی خودش بوی تمام اجسام رو از فاصله خیلی زیاد هم تشخیص بده. روز به روزم این حسش بیشتر میشه و مدام دنبال اینه که بوهای جدید رو کشف کنه. حتی برای این کارم بعضی وقت جنازه حیوان ها رو بو میکنه. تا چند ماه بعدم بالاخره صحبت کردن رو کامل یاد میگیره و میتونه بوهایی که حس میکنه رو به دیگران هم بگه. 13 سالش که میشه مادامی که ازش مراقبت میکرده اونو به بازار میبره و به یه نفر میفروشه. مردی که خیلی عصبانی و اسمش هم گریماله و میخواد از این پسر مثل کارگر استفاده بکنه. دقیقاً مادام وقتی که این پسر رو میفروشتش تو راه برگشتی که گرفته چند نفر خفتش میکنن، میخوان ازش چیزی بدزدن که تو این کار گرفته جونش رو هم میگیرن. طی چند سال بعد جین همچنان برای گریمال کار میکنه و کارشون هم تو زمینه ساخت چرمه. یه کار خیلی سخت که به طور متوسط آدم فقط 5 سال میتونن توش زنده بمونن. البته که جین بیشتر از اینا دووم میاره و بالاخره گریمال قبول میکنه که چند بار اونو با شهر ببره تا بیشتر با مردم آشنا بشه. اولین باری که جین به محدوده شهر میرسه از بوهای جدیدی که کشف کنه خیلی خوشحال میشه. همه چیز براش تازگی داره و این وسط گرفته بوی به مشامش میخوره که خیلی کنجکاوش میکنه و وقتی دنبالش میره به یه عطر فروشی میرسه. اینجاست که برای اولین بار متوجه میشه میچه چند تا بو رو با هم دیگه قاطی کرد تا یه عطر خیلی خاص ساخت و مردم هم خیلی از این کار خوششون میاد. حالا یه بوی دیگه به مشامش میخوره که از قبلی هم بهتره. وقتی دنبالش میره دختر مو قرمزی رو میبینه که انگاری بوی بدنه اونه. همینطوری دنبالش رو هم میفته و در آخر اونو بو میکنه که همین لحظه دختر برمیگره و خیلی هم ترسیده. اما به آرومی با این پسر حرف زنه و میگه چیه چی میخوای و میوه از سبدش به طرف جیم میگیره که اونم یه رفعه دست دختر رو بو میکنه، چیزی که باعث ترسیدن بیشترش میشه و اونم پا به فرار میذاره و جین هم دنبالش راه میفته. از جایی میگذره که مردم دارن ترقه بازی میکنن و بالاخره دختر رو پیدا میکنه که یه گوشه نشسته. باز میره پشت سرش رو بو میکنه که دختر برمیگره و میترسه و این بار جین دلوی دهنشو میگیره که یه موقع جیغ نکشه. چند تا آدم دارن میگذرن و جین سعی میکنه همونطوری نگهش داره تا فریادش به گوش بقیه نرسه و وقتی که اونا رد میشن تازه دستشو برمیداره و میفهمه جون دختر رو اتفاقی گرفته. اما اینم باز باعث ناراحتیش نمیشه. سریع لباسای اونو در میاره و شروع میکنه به بو کردن کل بدنش چون خیلی انگار این بو رو دوست داره. ولی لحظاتی که میگذره چون جون دختر کاملا از تنش خارج میشه دیگه بو هم از بین میره. این دیگه خیلی عصبانیش میکنه و شبم که گریمال پیداش کنه کلی کتکش میزنه که چرا گرفته این ناپدید شدی. وقتی هم جین تنها میشه به این فکر میکنه که باید یه راهی باشه تا بتونه بوی آدمها رو برای همیشه نگه داره. حالا میریم پیش عطرفروشی که قبلترم دیدیمش، یعنی جوزپی. جوزپی یکی از بهترین عطرفروشهای کشوره، اما خب چند مدته که کار و کاسبیش خراب شده به خاطر اینکه یه عطرفروشی که حریفش هم هست یه عطری به اسم آمورو سایکی ساخته و خیلی داره میترکونه. یه شب میرسه و جین داره سفارشی برای جوزپی میاره و اونم ازش میخواد که بیارتش پایین و توی آزمایشگاهش قرار بده. جین برای اولین بار وارد همچین جایی شده و کلی عطر مختلفه که با کنجکاوی همشون رو بو میکشه. حتی متوجه میشه که جوزفی داره سعی میکنه تا عطر آمورو سایکی رو خودش تولید کنه ولی موفق نشده. بهش میگه چه چیزهایی رو جا گذاشته و بعدم میگه که من بهترین حس بویایی کل پاریسم رو میتونم بهت ثابت بکنم. دست به کار میشه تا بتونه عطر آمورو سایکی رو بسازه. چندین بارم جوزفی فریاد میزنه اون کارو نکن کلا اشتباهه، اما بهش گوش نمیده و در آخر عطر رو تولید میکنه که وقتی جوزفی بو میکنتش خیلی متعجب میشه چون کاملا شبیه همون بوی آمورو سایکیه. اما جیم
میگه درست که شبیه اونه، اما هیچ کدومشون عطر خوبی نیستن. من میتونم چیز بهتری بهش اضافه کنم. برام دست و کارامشو چند تا چیز دیگه اضافه میکنه، اما جوزفی یه کلافه شده و میگه برو بیرون، تو فقط جوگیری و واقعا کار تا کسی بهتر نیست. وقتی که جینا اونجا خارج میشه، حالا جوزفی عطر جدید رو بو میکنه و انقدر حس خفنی میگیره که حس کنه توی بهشه. همینم باعث میشه که جوزفی روز بعد پیش گریمال بره، پول زیادی رو بهش پرداخت کنه و در ازاش جین رو بخره. گریمال هم قبول میکنه و ساعتی بعد با پولی که گرفته کلی مست کرده و داره قدم میزنه که یه رفعه پاش لیز بخوره و میفته پایین و سرش به سنگ میخوره و جونش رو از دست میده. حالا جین و جوزفی هم مشغول به همکاری شدن و همه چیز رو دارن با هم دیگه یاد میگیرن، به طوری که فروشگاه جوزفی خیلی زود به یکی از پرفروشترین ها تبدیل میشه و دوباره همه جا آوازش میپیچه. یه بارم دارن صحبت میکنن که جوزفی به جین میگه یه شایعه هست که میگه 13 تا بوی خیلی خفن توی دنیاست که اگه یه نفر هر 13 تاشو داشته باشه به قدر قدرت ماورایی پیدا میکنه که میتونه تمام دنیا رو تحت کنترل خودش بگیره و همه بهش گوش میدن. البته که اصلا نمیدونه این بوها چیان، اما همین جمله جین رو یاد دختره میندازه که قبلتر بو کرده بود و جونش رو گرفت، چون واقعا همچین حسی بهش داده بود. برای همین من جوزپی میخواد به جای آموزش ترکیب بوهای مختلف بهش یاد بده چطوری عطر یه چیزی رو ازش خارج میکنن. جوزپی امروز ولی میبرتش به جایی که هزاران گل مختلف رو توی دستگاه های قرار میدن و اونا رو میجوشونن تا انقدر دماشون بالا بره که یه روغنی ازشون خارج بشه که همون یه قطره روغن میشه بوی 10,000 گل روز. خیلی کار زمان بری هم هستش، اما خب خیلی حس خوبی بهشون میده. این باعث میشه که جین بگرده و هرچی آهن و آتاشخال پیدا میکنه بیاره، چون میخواد بوی اونها رو ازشون خارج بکنه، چون منظرش خیلی خوبن. تمام اونها رو توی دستگاه میریزه و منتظر میمونه. ساعتی بعد جوزپی با سر و صدای مختلف از خواب بیدار میشه و میره توی آزمایشگاهش که میبینه جین عصبانی شده و همه چیزو به هم ریخته. داره فریاد میگه، چون میگه بهم دروغ گفتی، بوی این آهن خارج نمیشه، فقط بوی گلا میومد. جوزپی میگه چرا این کارو کردی؟ اون آرش توضیح میده که تمام آهن ها بو دارن ولی تو نمیفهمیشون. اما خب جوزپی باور نمیکنه. برام میره توی دستگاهش و وحشت زده میشه. متوجه میشه که جین گربهشو انداخته توی دستگاه بلکه بوی اون رو استخراج بکنه. سر جین داد میزنه که این چه کار احمقانه ای که کردی؟ هیچ کسی نمیتونه بوی یه موجود زنده رو استخراج بکنه. و شنیدن این جمله باعث میشه که جین از حال بره. حالا روز به روز حال جین بدتر میشه. جوزپی بهترین دکترها رو میاره و بهشون پول میده، ولی هیچ کس نمیتونه درمانش بکنه. روزی که میخواد وصیتشو بنویسه، از جوزپی میپرسه راه دیگه برای به دست آوردن بوی چیزی هست یا نه. جوزپی هم میگه که یه راهی به اسم انفلورج یا جذب کردن هستش که توی یه شهر دیگه هم هست و فقط همونجا ازش استفاده میشه. میبینیم چند هفته بعد حال جین کاملا خوب شده و این انرژی جدید باعث شده که دوباره سر پا بشه. حالا برای هدف جدیدش باید به شهر دیگه سفر بکنه، ولی خب از اونجایی که جوزپی خریدارش اجازه این کار رو نداره. بهش میگه که برام یه نامه امضا کن تا بتونم سفر کنم و جوزپی هم میگه اگه فرمول 100 تا عطر جدید رو برام درست بکنی، اون موقع اجازه میدم که کلا آزاد شی و هر کاری خواستی بکنی. جین هم سریع اونا رو آماده میکنه و به محض امضا کردن برگه ها از شهر خارج میشه. همین شب جوزپی داره با لبخندی میخوابه، چون تونسته کلی عطر جدید به دست بیاره، ولی یه دفعه میبینیم به شکل عجیبی کل خونش میریزه زمین و جونش رو از دست میده. سفر جین هم خیلی جالبه، چون اولین باره که داره فضای اطراف شهر رو میبینه و بوهای بد دیگه اذیتش نمیکنن. انگاری حس بویاییش داره تازه و خیلی بهتر قبل میشه. وسط راه به یه دوراهی میرسه که یه طرف به شهر میره و یه طرف به همین فضاهای اطراف شهر و راه دوم رو انتخاب میکنه. جلوتر به غاری میرسه و وقتی میره داخلش، برای اولین بار بوی سنگهای تاریخی که اسمشون رو میذاره سنگهای مرده رو حس میکنه. انقدر اینجا بهش آرامش میده که میبینیم چندین سال اینجا مونده و شبیه غارنشینا بعد مدت ها بالاخره از جا خارج میشه. دلیل بیرون مرنش از غارم دوباره رویای یکی از همون دختر مو قرمز میبینه. وقتی هم که میاد بیرون، بارون میاد و بدن خودش رو میشوره و یه رفعه حالش به هم میریزه، چون حس میکنه که دیگه بدنش هیچ بویی نداره. قبلا فقط بوی شهر روی تنش میمونده، اما خودش به تنهایی انگاری هیچه. با همین حال بعدش هم قول میده که یه روز به دنیا ثابت کنه که یه آدم خاصه و همه دوستش داشته باشن. سفرش دوباره شروع میشه و بعد مدتی به شهر مورد نظرش میرسه. اینجاست که یه بوی فوق العاده ای به مشامش میرسه که توجهش رو جلب میکنه و متوجه میشه دختری به اسم لورا توی یه واگن و داره به سمت شهر میره. لورا هم متوجهش میشه و همدیگه رو نگاه میکنن و حالا این مرد دنبالش راه میفته. در آخر به محل زندگی این دختر که یه عمارت بزرگ هم میرسه و لورا داره میاد دم در اون، هر لحظه جونش تو خطره که یه رفعه پدرش ریکی صداش میکنه و انگاری همین صدا کردن جون این دختر رو از افتادن به دست جین نجات میده. خلاصه که جین به همون جایی میرسه که یه سری آدم دارن بوی چیزهای مختلف رو به شکل جدید استخراج میکنن، همون تکنیک جذب کردن. رئیسشون هم مردیه به اسم درات و خودش اینجا مشغول به کار میشه. روش کارشون هم اینطوریه که چیزهای مختلف از جمله گلها رو توی چربی حیوانات قرار میدن و اینطوری بوی اون رو استخراج میکنن. چند شب بعدی میبینیم که دختری با دوست پسرش توی طویله دارن عشق و حال میکنن که یه رفیق بهش برمیخوره و به پسر میگه اینجا گم شو برو. پسرم میاد و نردبون میو
میفته و دختر بالای طویله گیر میکنه. مدت بعد جین به همینجا میرسه و متوجه میشه که دختر گیر افتاده و میگه اومدم کمکت. اما سکانس بعد میبینیم که این دختر توی چربی حیوانات قرار گرفته و جین جون اونو گرفته به امید اینکه بتونه بوی اون رو نگه داره. صبح رسیده و زنی میاد تا گلهای امروز رو تحویل بده و جین موفق میشه که اونو دست به سرش کنه و از جا بفرستتش بره. حتی رئیسش دورات هم میادش و اونم نزدیک که همه چیز رو بفهمه. چون متوجه یکی از محفظه‌ها میشه که روش پارچه انداخته شده. از جین میپرسه چرا این کارو کردی و جین هم میگه نور خورشید میزد و نمیخواستم که خراب بشن. دورات هم باور میکنه، اما مشکل اینجاست که این راه جدیدم نمیتونه بوی دختر رو برای جین استخراج بکنه. فکر دیگه به سر این پسر میزنه و شب بعدی یه دختر تنفروش رو پیدا میکنه و بهش پول میده تا همراهش بیاد. این دختر یه سگ هم داره و در حالی که سگ تو اتاق دیگه است، جین شروع به مالیدن چربی بدن این دختر میکنه. بهش میگه من یه علاقه خاص دارم و میخوام اینطوری باهات رابطه برقرار کنم. اولام دختر چیز خاصی نمیگه، ولی جین یه دفعه چاقوی درمیاره و میگه حالا باید چربی که بدنت رو باهاش بتراشم. دختر میترسه و میخواد فرار کنه که جین مجبور میشه جونش رو بگیره. حالا به زور چربی رو از پوست این دختر میکنه و وقتی که میفهمه بوی این دختر رو تونسته بالاخره استخراج بکنه لبخندی میزنه. بعدم از شر دختر خلاص میشه و روز بعدی پیداش میکنن، ولی خب هیچ کسی نمیفهمه کار جین بوده. جین یه قطره از عطر رو بدن خودش میزنه و سگ این دختر میاد سمتش که مطمئن میشه تونسته کارش رو درست انجام بده. وقتی که به خونه خودش میره متوجه میشیم ظرفی داره که توی اون 13 تا بطریان حالا یکیش پر شده. حرف جوزپی تو مخ جین مونده و قصد داره که 13 تا بوی برتر دنیا رو جمع بکنه که مطمئن از بدن آدم هاست که حالا یکیش رو تونسته انجام بده. همچنان بوی لورا توی مخ جین مونده و برای همینم شب بعدی که جشن گرفتن یواشکی به اونجا میره. وسط جشنشون هم پدر لورا مراسمی ترتیب میده که دخترو برن توی یه مارپیچ اونجا گم بشن و پسرها برن دنبالشون بگردن. یه جا که لورا قایم شده متوجه سایه جین میشه که یه جای برش کمین کرده. فکر میکنه جزو بازی و دوباره پا به فرار میذاره. با پایان مراسم همجون لورا در امانه، اما میفهمن دو تا از دخترها گم شدن، دیگه پیداشون نمیکنن. این در حالی که میبینیم جین این دو تا دختر رو خونه خودش آورده، اونا رو توی چربی میپیچه و عطر اونها رو استخراج میکنه و دو تا دیگه از بطریاش هم پر میشن. این وسط یه دفعه رئیسش دورات هم میاد و سرش داد میزنه که چرا نیومدی سر کار. جین یکم از عطر به خودش میزنه و بوی اون باعث میشه که یه دفعه دورات حرف گوش کن بشه و ازش معذرت خواهی کنه که سرش داد زده. روز بعدی هم جنازه دو تا دختر رو هم از دریاچه بیرون میکشن. حالا جلسه ای توی شهر ترتیب میدن که پدر لورا یعنی ریچیز هم توی شرکت کرده. همه نگران شدن چون میدونن که غیر از همون دختر تنفروشه این دو نفر جدید کاملا بیگناه بودن و یه آدم روانی توی شهر داره این کارها رو انجام میده. پیشنهادشون هم اینه که برای چند روز شهر رو تعطیل کنن تا این مردو گیر بندازن، اما رئیس این شورا مخالفت میکنه چون ممکنه باعث ورشکستگی شهر بشه. دیگه چند روز بعد میبینیم که جین همچنان کارش رو ادامه میده، چند تا دختر دیگه هم گیر میافتن تا به جایی که بالاخره رئیس شورا دستور میده تمام مغازه ها ببندن و مردم مراقب بچه هاشون باشن. همه درها قفل میشن، مامورها توی شهر میگردن، ولی باز هم جین کار خودش رو انجام میده. قربانی 12 این مرد یه راهب است که باعث میشه اسقف شهر یه جلسه ترتیب بده و توی اون کسی که این کارا رو انجام میده رو شیطان مینامه و میگه همه مسئولیم که اونو پیدا بکنیمش. تو این جلسه مردی از دوره سر میرسه و فریاد میزنه که بالاخره قاتلو گیرش انداختیم. اما پدر لورا یعنی ریچیز وقتی که اعترافات این مردو میخونه مطمئن میشه که تحت شکنجه این حرف رو زده و غیر ممکنه که خودش باعث این چیزها بشه. البته کسی به حرفش گوش نمیده، جون این مردو میگیرن و جشن پایکوبی راه میندازن چون فکر میکنن همه چیز تموم شده. از اون طرف جین خیلی خوشحاله که تونسته تا اینجا کارشو پیش ببره و حالا قربانی آخرش مونده، کسی که از اول دنبالش بود یعنی لورا. برای همینم به همین جشنی که مردم گرفتن میره و لورا رو میبینه و تعقیبش میکنه و این بار یواشکی وارد خونه اون میشه. حتی وارد اتاقش هم میشه که یه رفعه پدرش ریچی صدای میشنوه و میدوه تو اتاق. وقتی که میرسه میبینه دخترش سر جاش سالمه، اما پنجره بازه و میفهمه که هنوز خطر بیخه گوشش و هیچ چیزی درست نشده. برای همینم صبح که میشه کلی سرباز دور خودش جمع میکنه و تصمیم میگیرن برای همیشه از این شهر برن. وقتی که جین چشماشو باز میکنه متوجه میشه که بوی لورا خیلی کم شده و قطعا داره از جا فاصله میگیره. پس خیلی سریع لوازمشو جمع میکنه و دنبال بورا میفته. اون طرف دارم میبینیم که سگ اون اولین قربانی که همون تنفروشه بود متوجه بوی صاحبش میشه و یه رفعه جایی رو میکنه و لباسهای اون رو بیرون میکشه. دقیقاً همون جایی که جین برای دورات کار میکرد تا این حرفه رو یاد بگیره. دورات هم متوجه میشه و با چند نفر شروع به کندن این منطقه میکنن که لباس هر 12 تا قربانی رو به دست میارن. دیگه همین فهمن این قضیه کار جین بوده، ولی خب هرچی میگردن پیداش نمیکنن. لورا و پدرش ریچیز بالاخره به خونه جدیدشون میرسن و لورا وارد اتاقی میشه که هیچ پنجره ای هم نداره و قرار میشه که اینجا بمونه. از اون طرف هم میبینیم که جین بو رو دنبال کرد و بالاخره به همین خونه میرسه. به آروم میره داخل، کلید رو پیدا میکنه، وارد اتاق لورا میشه و لحظه‌ای که میخواد جونش رو بگیره لورا چشماشو باز میکنه. صبح بعدی پدرش ریچیز میاد که به دختر سر بزنه و همین که درو باز میکنه فریادی میکشه و متوجه میشیم که جون لورا هم گرفته شده. جین
میبینیم که عطر آخر رو هم به دست میاره و با بقیه ترکیب میکنه. اما قبل از اینکه اونو بتونه بو بکنتش، شلیکی به طرفش میاد. متوجه میشه سربازها محاصرش کردن و خیلی سریع عطر تو جیب خودش میذاره و تسلیم میشه. اونو به زندان انداختن، در حالی که میخوان ازش اعتراف بگیرن ریچیز هم سر میرسه. هرچی بهش میگن بگو چی کار کردی، چرا اون بلا رو سر لورا آوردی، تنها جوابش اینه که بهش نیاز داشتم، همین. بالاخره برمیگردیم به اول فیلم. زمان اعدام این مرد رسیده و همه مردم جمع شدن و دارن جشن پایکوبی میکنن. لوردی همراه چند تا نگهبان هم میرن که این مرد رو به همین منطقه بیارن. وقتی که میرسن میبینیم که جین عطر رو باز میکنه و انگار یه نقشه ای داره. لحظاتی بعد میبینیم که اونو با واگنی پیش بقیه مردم میارن و حالا لباس های همون لورده رو پوشیده. معلومه چطوری اونا رو تنش در آورده. همین که میاد بین مردم و اونها عطری که زده رو بو میکنن، یه رفعه روی زانوهاشون میشینن و این مردم مثل یه خدا میپرستنش. حتی وقتی که جلاد اونو میبینتش زانو میزنه و میگه تو بیگناهی، ولی بهش میخنده. حالا جین عطرشو در میاره، رو پارچه میریزه و اونو طرف مردم میچرخونه. حتی اسقف کلیسا هم رو زانوهاش میفته و میگه تو یه فرشته ای و همه دارن با بهتون رو نگاه میکنن، غیر از پدر لورا یعنی ریچیز که انگاری هیچ چیزی روش اثر نداره. جین پارچه آغشته به عطر رو رها میکنه و وقتی بین مردم میفته، یه رفعه همه شروع به بوسیدن هم و یه رابطه گروهی بین خودشون میکنن. جین از اینکه همه بهش توجه میکنن خیلی خوشحاله، ولی یه رفعه یادش میفته که هیچ کسی اونو دوستش نداشته و با اینکه این همه پیشرفت کرده و همه باورش دارن، ولی هیچ وقت نمیتونه عشق واقعی رو تجربه کنه. پدر لورا یعنی ریچیز میاد جلو و میخواد جونش رو بگیره، اما عطر حتی روی اونم اثر میذاره و روی زانوهاش میفته. ساعتی بعد مردم بالاخره به خودش میان و از کاری که کردن انگاری پشیمون و خجالت زدن. هیچ کسی دیگه از جین خبر نداره و حالا دروهاتو میگیرنش، به خاطر اینکه لباسهای قربانی ها رو اونجا پیدا کردن. ازش به زور اعتراف هم میگیرن و در آخر جونش رو میگیرن و فکر میکنن همه چیز تموم شده. جینو میبینیم که به همون محل اولی که زندگی میکرد و بوهای گند میومد میرسه. تمام عطر روی سرش خالی میکنه، چون دیگه هیچ امیدی توی زندگیش نداره. مردم اطرافش رفی بهش حمله میکنن و انگار میخوان تمام اعضای بدنشو بردارن، چون همش بوی بهشت و زندگی میده. وقتی که اونجا دور میشن دیگه هیچ چیزی از جین روی زمین نمونده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. داستان پرفیوم خیلی جالب شکل میگیره و به نظرم قشنگ هم به پایان میرسه. شکل گیریش به صورتیه که ما داریم بوهای بد رو میبینیم و چیزهایی که زندگی این مرد یعنی جین رو شکل میدن. همشون چیزهای واقعا اذیت کننده و آزاردهندن که اونو به همین جای میرسونن. نکته جالب اینه که میبینیم هر کسی ازش به شکلی سود میبره و استفاده میکنه، در آخر به بدترین شکل جونش رو از دست میده. از جمله همون کسی که این پسر رو میفروشه یا همون عطر فروشه که میاد ازش به زور فرمول 100 تا از عطرهای خیلی خفن رو میگیره. همه اینها به چیزی که میخوام میرسن، ولی وقتی که جین ازشون فاصله میگیره و کارشون باهاش تموم میشه، جونشون رو از دست میدن. همه اینها باعث میشن که جین حس کنه هیچکی نیستش، یعنی هیچ چیز مهمی توی زندگیش نیست، برای هیچ آدمی اهمیتی نداره، چون در واقع هر کسی که توی زندگیش بوده یه جوری ازش سوء استفاده کرده و اونو انداختتش دور و پاسش داره به نفر بعدی. همچنین چیزهای هویت این مرد رو گرفتن، طوری که وقتی زیر بارونه داره خودش رو میشوره میبینه هیچ بویی نداره، یعنی انگاری نه هدف مهمی داره، نه به هیچ جای عرق داره و اصلا هیچ جای خونه و وطن خودش نیست. برای همین هم هست که تمام تلاشهاش برای دیده شدنه، برای اینه که یه کاری انجام بده تا مردم اونو باورش بکنن. اما وقتی که لحظه آخر بهش میرسه و اون عطر روی سرش میریزه، همه جلوش زانو میزنن و دیگه باورش دارن، میفهمه که اینم حتی نمیتونه اونو ارضا بکنتش، چون چیزی که باید دنبالش میگشته عشق بوده. اینم چیزی که خیلی دردناکه، چون از قربانیهاش دو نفر بودن که میتونست عشق واقعی رو باهاشون تجربه بکنه. یکی لورا، چون همون بار اولی که توی واگن بود و اون پسر رو دید واقعا ازش خوشش اومده بود و حتی لحظه آخرم که چشماشو باز کرد انگاری میخواست بهش بگه که ببین من دوستت دارم، لازم نیست این کارها رو انجام بدی، اما خب جین بهش گوش نداد. یکی هم همون اولین دختری که دستشو گرفته و جلو دهنش و اتفاق جون اون رو گرفت. این دخترم با اینکه جین تعقیبش کرده بود، وقتی دیدش ازش خوشش اومد و حتی از میوه‌های خودش بهش داد که میتونست این مرد باهاش عشق واقعی رو تجربه بکنه، وارد رابطه بشه، ولی خب فکر میکرد که هدفش چیز دیگه ایه. اما اگر که درست راهش رو ادامه میداد، میتونست هم برای یه نفر یه آدم خیلی مهمی بشه، هم شاید توی کار خودش میتونست نتایج خیلی بهتری بگیره. خلاصه که خیلی قشنگ میاد همه اینها رو به این رفت میده که اول از همه بزرگترین چیزی که به این پسر آسیب زد همون کار مادرش بود که اونو انداخت زیر پا، زیر همون آشغال ماهی و این چیزا، و اصلا انگاری اون همون اول ردش کرد. عشق مادرانه از اول ازش تردید شد و همینم هرچی جلوتر میرفت بیشتر از قبل بهش آسیب میرسوند.
همون مادامی که مثل مادر داشت اونو بزرگش میکرد، اونو به یه نفر فروختش. چیزی که همیشه از این پسر گرفته میشد عشق بودش و در واقع این تنها چیزی بود که اگه پیداش میکرد میتونست هویت و بوی خودش رو پیدا بکنه، اما نتونست این کار رو انجام بده و در آخر همه چیز براش تموم شد. خلاصه پرفیوم خیلی فیلم دارکیه. کلا به نظرم فیلم هایی که میان سده های 17 یعنی قرن 17 قرن 18 اروپا رو نشون میدن خیلی داستان های دارکی رو دارن. پیشنهادتون حتما بنویسید. من یه مقدار صدام هم گرفته بود، چند روز مریض بودم نتونستم پست بذارم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.